با سلام، سعید پهلوان شریف هستم با ادامه ویدیوهای استراکچر کوشن مدلینگ و نرم افزار ایموس. توی ویدیو قبلی در مورد میدییشن تست صحبت کردیم و اینکه چطور با استفاده از روش بارون‌هنکنی بیایم میدییشن رو تست بکنیم. مثلا توی این مدلی که داریم، همونطور که میدونید ابیلیتی داره میدییت میکنه رابطه سلکشن و سرویس کوالیتی رو. خب همونطور که خاطرتون هست، برای تست میدییشن با بارون‌هنکنی یا اصطلاح میگیم کوزال استپس اپروچ، میایم اول بدون حضور ابیلیتی در واقع رابطه مستقیم بین سلکشن و سرویس کوالیتی رو میسنجیم. اگر این رابطه سیگنیفیکانت بود، بعد میتونیم ابیلیتی رو به عنوان میدییتور اضافه بکنیم و میدییشن رو تست بکنیم. اگر نبود که اصلا ما میدییشنی نخواهیم داشت. خب پس فرض میکنیم که رابطه مستقیم سلکشن و سرویس کوالیتی بدون حضور ابیلیتی، یعنی اصلا ما ابیلیتی تو مدل نداشته باشیم، سیگنیفیکانته. حالا ابیلیتی رو اضافه میکنیم همونطور که میتونیم توی شکل و بعد دوباره مدل تست میکنیم. حالا اگه این A1 یعنی رابطه سلکشن و ابیلیتی سیگنیفیکانت بود و B همچنین سیگنیفیکانت بود، پس ما میدییشن داریم. یعنی ما میام جداگونه تست میکنیم، اگه هر دو سیگنیفیکانت بودن ما میدییشن داریم. حالا اگر رابطه مستقیم سلکشن و سرویس کوالیتی همچنان بعد از افزودن ابیلیتی تو به مدل همچنان این C1 رابطه مستقیم سلکشن و سرویس کوالیتی سیگنیفیکانت بود، یعنی ما پارشیالی میدییشن داریم، یعنی همچنان این رابطه برقراره هرچند که کوچیک‌تر شده، ولی پارشیالی این در واقع ابیلیتی پس داره میدییت میکنه، یعنی کل این اثر سلکشن و سرویس کوالیتی از طریق این مسیر مستقیمه نمیره، یه مقدارش داره از طریق ابیلیتی میره. و زمانی فولی میدییشن داریم که این رابطه مستقیم C1 بین سلکشن و سرویس کوالیتی این اصلا بین بره، کل رابطه جذب بشه توی ابیلیتی، یعنی ابیلیتی ابزورب بکنه کل رابطه تاثیر سلکشن روی سرویس کوالیتی رو، و اونجاست که میگیم فولی میدییت داریم، به خاطر اینکه داره فولی این تاثیر رو میگیره و رد میکنه به سرویس کوالیتی. خب حالا من یه سری همونطور که میدونید روش‌های مختلفی برای تست میدییشن داریم. عرضم به حضورتون که بارون‌هنکنی یکیشه، سابل تست و بوتستراپینگ و روش دیگه، که حالا ما در مورد این سه تا می‌خوایم صحبت بکنیم که روش‌های حالا اصلی هستن. اگه توی وبسایت من تشریف ببرین saidsharif.com، اینجا روی توی منیو روی میدییشن تست کلیک بکنید، من یه مقاله اینجا آماده کردم در مورد انواع میدییشن تست، مزایا و معایبشون. خب اول میدییشن تست رو توضیح دادم، بعد اومدم سراغ کوزال استپس اپروچ یا همون بارون‌هنکنی که خب توی جلسه قبل با هم انجام دادیم. و نکته‌ای که هست، بحثی که اینجا مطرح شده، این مقاله خیلی کمکتون میکنه، حتما بهتون توصیه میکنم بخونیدش، به خاطر اینکه کاملا متوجه میشین که ما باید از کدوم روش استفاده بکنیم و جاستیفای میکنه دلیل استفاده شما رو از این روش. و البته بعد از خوندن مقاله دیگه قاعدتا نباید از روش بارون‌هنکنی یا از روش سابل تست استفاده بکنید و باید برید سراغ بوتستراپینگ. خب اولی مسئله ای که وجود داره، خب اگرچه همونطور که میدونید خب بارون‌هنکنی یکی از پاپولار ترین روش ها توی ریسرچ هست، بسیار بسیار از مقالات هستن که از این روش استفاده کردن، ولی خب یه سری مشکلات داره و انتقادات بسیار جدی به این روش وارده. اولیش اینه که روش بارون‌هنکنی یا کوزال استپس اپروچ میاد در واقع مسیر ایندیپندنت وریبل تو میدییتور رو که A هست به صورت جداگانه تست میکنه و بعد از اون به صورت جداگانه میاد رابطه M با Y که همون B هست رو تست میکنه، یعنی این دوتا رو جدا میگیره و نمیاد به ما یک تستی به ما بده، مثلا یه پی والیوی به ما بده، یاد به اینکه اوکی حالا کل این دایرکت افکت سیگنیفیکانت هست یا نیستش، و اینها رو هی جدا جدا داره انجام میده. خب نکته دیگه که وجود داره اینه که ما سه تا تست باید انجام بدیم واسه میدییشن. یکی باید ببینیم که سه تا نال هایپوتزیس رو باید ریجکت کنیم، یکی اینکه اولی سی پریم مساوی صفر رو باید ریجکت بکنیم، بعدی اینه که A مساوی صفر و بعدی B مساوی صفر، یعنی اول از همه که باید C رو مساوی صفر باید ریجکت بکنیم، بعد A بعد B، یعنی اینکه ما سه تا پس تست داریم انجام میدیم و هر تست خودش خطای نوع یک و خطای نوع دو رو داره، تایپ 1 و تایپ 2 ارورز رو داره، و عملا ما داریم با این کار با سه بار تست کردن داریم خطای کارمون رو بالا میبریم.
و بنابراین روش بارون‌انکنی در واقع پایین ترین در واقع میزان قدرت رو توی تست ها داره، به خاطر اینکه خطاش میشه گفتش که 3 برابر تست های روش هایی که یک بار با یک تست ما بیم کار انجام بدیم، چون داریم 3 بار تست رو اجرا میکنیم، پس 3 تا آلفا هن در واقع 3 تا تایپ 1 هن تایپ 2 ارورز داریم، پس the least powerful approach توی میدییشن تسته. خب ریفرنس هاش هم همه رو من اینجا براتون گذاشتم. خب پس در واقع یه هدف توی ریسرچ اینه که ما بتونیم خطا رو حداقل بکنیم، در واقع چجوری با کم کردن راهش اینه که با کم کردن تعداد اینفرنشیال تستا، با کم کردن تعداد تستایی که تست آماری که انجام میدیم. خب نکته بعدی اینه که در واقع مرحله اول بارون‌انکنی اینه که بیم رابطه مستقیم x و y رو بگیریم. خیلی وقتا این رابطه سیگنیفیکانت نمیشه و خب طبق بارون‌انکنی پس دیگه اصلا میدییشنی وجود نداره، در حالی که این رابطه ممکنه که در واقع میدییتور داشته باشه. اگر چه رابطه کامل، رابطه توتال افکت بین x و y سیگنیفیکانت نیست، یعنی بدون حضور میدییتور سیگنیفیکانت نیست، ولی ممکنه میدییتور داشته باشه. چه جوری؟ فرض کن اینجا ما دو تا میدییتور M1 و M2 داریم و اندازه‌شون تقریبا مساوی همدیگه است، ولی چون اینها در جهت خلاف همدیگه هستن، مثلا M1 و M2 یکشون مثبت یکشون منفی، اینا دارن دیگه رو خنسا میکنن، اینا مثل در واقع دارن با همدیگه میجنگن و همدیگه رو خنسا میکنن و توتال افکت بین x و y میشه نان سیگنیفیکانت. پس ببینید ما دو تا میدییتور تان سیگنیفیکانت اینجا داریم تو شکلی که من اینجا کشیدم، ولی توتال افکت مجموع جفتشون بخاطر اینکه بعد جهت خلاف همدیگه این مثبت مثلا یکی منفی صفر تر میشه. پس ما شانس اینه که بتونیم اینا رو پیدا کنیم دست میدیم، چون اول تست کردیم دیدیم رابطه مستقیم x با y به صورت بدون حضور میدیتور رابطه توتال افکتش صفر بوده. درست. یا مثلا ممکنه که گروه های مختلف وجود داشته باشه، مثلا ریس های مختلفی مثلا اون وسط باشه، یعنی در واقع ما یک یا مثلا میل و فیمیل باشه توی گروه، که مثلا رابطه بین میل ها و فیمیل ها برای ایکس با رابطهشون رابطه ایکس با وای برای گروه های مرد و زن متفاوت باشه و اینا فرض کنیم که همدیگه رو خنثا بکنن، یا یعنی اینکه نتایج متفاوتی به دست بیاد و در نتیجه مثلا توتال افکتش دوباره بیاد چه اتفاقی بیفته، بیاد هم صفر در بیاد و ما توتال افکت ایکس با وای رو نتونیم داشته باشیم و اون وقت خودمون میگیم اوکی بس میدییتور نداره، بس شانس این که بیایم تست بکنیم رو از دست میدیم. و در واقع ما تو روش بارون‌انکنی میایم میگیم که اوکی A سیگنیفیکانت شد، B سیگنیفیکانت شد، پس ما میدییشن داریم. نمیاد یه تستی به ما بده که این رو بیاد به صورت آماری بیاد بگه AB چه اتفاقی براش میفته و نتیجهش اینه که ما نمیتونیم بیایم اینها رو با هم مقایسه کنیم، مثلا نمیتونیم بیایم این دایرکت افکت های دو تا تست، دو تا فرضاً تست مدل مختلف رو بیایم با هم مقایسه بکنیم یا با دیتا های مختلف مثلا بیایم رام بکنیم، نمیتونیم بیایم این دایرکت افکت هاشون رو با هم مقایسه کنیم، چون با ما کل A و B رو این کل این دایرکت افکت رو نمیده، اینا رو به صورت جدا جدا داریم ما داریم توی بارون‌انکنی. و پس اگه بخوایم اینها رو در واقع با هم مقایسه کنیم، یک کار کیفی داریم با همینجوری پیش خودمون نگاه میکنیم، میگیم اوکی پس این به نظر قوی تر میاد، یه عدد به ما نمیده، یه چیز آماری به ما نمیده، تخمین آماری به ما نمیده که بتونیم اینها رو مقایسه کنیم، مثلا کل دو تا این دایرکت افکت تو دو تا مدل مختلف یا با دیتاهای مختلف. خب حالا به همین دلایل پس میایم چیکار میکنیم، اومدن در واقع نورمال تئوری اپروچ اومد وسط، یا همون سابل تست که احتمالاً ازش شنیدید. خب سابل تست میاد چیکار میکنه؟ سابل اومده یه فرمولی داده برای محاسبه استاندارد ارور این دات توتال این دایرکت افکت، یعنی کل ای بی رو اومده گرفته و با این روش در واقع ما میگیم که کل این دایرکت افکت میشه حاصل ضرب A در B، یعنی توی این شکلی که ما اینجا داشتیم کل این دایرکت افکت میشه A ضرب در B. حالا چجوری میتونیم این سیگنیفیکانت هست یا نه؟ خب ما نیاز داریم استاندارد ارورش رو محاسبه کنیم. سابل اومده یه فرمولی برای استاندارد ارور داده و بعد بیایم اون A ضرب در B رو تقسیم بره استاندارد اروری که برای مسیر AB به دست اومده بکنیم. خب اون وقت میتونیم بگیم که این فرضاً یه در واقع سیگنیفیکانت هست یا نه. اگه خب بزرگتر از 96 شد که سیگنیفیکانته، در غیر این صورت با 95% کانفیدنس لول سیگنیفیکانت نیست. فرمولای مشابه دیگه هم هست، مثل در واقع آرویان و گودمن که اینها اومدن
حالا به روش‌های مختلف این استاندارد ارور مسیر ای بی رو حساب کردن و خب با تقسیم ای بی تقسیم بر استاندارد ارور که از فرمول به دست میاد ما زد ولیو رو داریم و با اون میتونیم حالا هم در واقع یه جوری هم هایپوتزمون رو در واقع چک بکنیم، ببینیم نال هایپوتزیس میتونیم ریجکت کنیم یا نه، و هم میتونیم بیایم اینجا در واقع کانفیدنس اینتروال رو بنویسیم. حالا من اینو به شما نشون میدم، من اینجا توی وبسایتم خب یه عرضم به حضورتون که کد اینجا استفاده کردم که بتونیم اینها رو حساب بکنیم بدون نیاز به فرمولا. این فرمول تو خود این کدا هست، ولی خب متاسفانه الان وبسایتم مشکل داره و کار نمیکنه، ولی خب وبسایت زیادی هستن که این رو پروواید میکنن که حالا بهتون نشون میدم به چه صورتی. حالا میدییتور رو به مدل اضافه میکنیم همونطور که من این کار انجام دادم و بعد تست رو در واقع ایموس رو اجرا میکنیم. خب حالا نتایج رو با هم بررسی میکنیم. خب قبل از هر چیزی مدل فیت رو نگاهی میندازیم. خب این سه تا که اوکی هست، CFI, TLI, IFI در واقع سیمین به دیگری آف فریدم هم خوبه، رمزی هم خوبه، مدل فیت همچنان، و میریم سراغ تخمین ها در واقع ضرایب مسیر ها. خب سلکشن به ابلیتی، خب همونطور که خدمتون عرض کردم گوگل میکنید سابل تست، خیلی سایت ها هستن این محاسبات رو برای شما فراهم میکنن، نیاز نیست حالا لزوما فرمول مستقیما استفاده کنید، هرچند که فرمولش توی وبسایت من هست و با اکسل خیلی راحت توی این کار انجام بدید. حالا ما میام از این در واقع کد استفاده میکنیم، این برنامه استفاده میکنیم. خب بیاین اول سلکشن به سرویس کوالیتی رو بسنجیم، ببینیم آیا ابیلیتی میدییتش میکنیم یا نه با روش سابل تست. سلکشن به ابیلیتی، سلکشن به ابیلیتی رابطهش با این رابطه بسیار کوچیکیه و سیگنیفیکانت هم نیست و احتمالاً در واقع به طور قطع ابیلیتی اصلا میدییت نمیکنه رابطه سلکشن به سرویس کوالیتی، اصلا در واقع رابطه به این شکل وجود نداره. حالا برای ترینینگ به سرویس کوالیتی از طریق ابیلیتی، خب پس ترینینگ به ابیلیتی رو ما نیاز داریم. ترینینگ به ابیلیتی ۶۶۶۰۰۰ استاندارد خب من رو ریسیت کردم که مقاطعی که قبلا وارد کردن رو پاک بشه. ۶۶۶۰۰۰ استاندارد ارورش چنده؟ ۱۷۲۰۰۰ خب حالا بی ابیلیتی به سرویس کوالیتی، بس این A بود، حالا بی رو وارد میکنیم. ابیلیتی به سرویس کوالیتی، ابیلیتی به سرویس کوالیتی هست 154000 مسیرشه و استاندارد ارورش هم 45000 کلکیولیت. اوکی خب پی والیو ها کوچیکتر از 500 در اومدن، پس سیگنیفیکانت، پس در واقع نظر واقعی مسیر سیگنیفیکانت، مسیر این دایرکت افکت از طریق ابیلیتی ترینینگ به سرویس کوالیتی از طریق ابیلیتی سیگنیفیکنته. پس ما اینجا میدییشن داریم. حالا می‌خوایم ببینیم فولی میدییشن یا پارشل میدییشن، چک می‌کنیم ببینیم بعد از اضافه کردن ابیلیتی توی این مدل آیا C2 همچنان سیگنیفیکنت هست یا خیر. یعنی ترینینگ به سرویس کوالیتی رو چک می‌کنیم. ترینینگ به سرویس کوالیتی سیگنیفیکنت هست. پس این دایرکت افکت از طریق سابل تست سیگنیفیکنته، مسیر مستقیم ترینینگ به سرویس کوالیتی هم همچنان سیگنیفیکنته. پس پارشیالی داره میدییت میکنه این رابطه رو. حالا مثلا اجازه بدید پارتیسیپیشن رو بسنجیم. پارتیسیپیشن پس یه بار اول A رو لازم داریم، یعنی پارتیسیپیشن به ابیلیتی، بعد B ابیلیتی به سرویس کوالیتی و میذاریم تو فرمول سابل تست. پارتیسیپیشن به سرویس کوالیتی، خب ریسیت میکنم بخشی پارتیسیپیشن به ابیلیتی 217000 استاندارد ارورش هم هست 700. حالا ابیلیتی به سرویس کوالیتی 154000
45,000 رو هم استاندارد رو بشه کلکوله. این هم سیگنیفیکنته، 0.02 درآمد پی ولیوش. طبق فرمول در واقع سابل تست اینا دوباره این مسیر هم، مسیر پارتیسیپیشن به ابیلیتی هم سیگنیفیکنته و مسیر پارتیسیپیشن به سرویس کوالیتی از طریق ابیلیتی هم سیگنیفیکنته. بس میدییشن در واقع از طریق ابیلیتی رو ما اینجا داریم. حالا می‌خوام ببینیم فولی میدییت یا پارشلی میدییت داره می‌کنه. می‌بینیم مسیر مستقیم پارتیسیپیشن به سرویس کوالیتی رو با وجود ابیلیتی توی مدل نم چک می‌کنیم. پارتیسیپیشن به سرویس کوالیتی همچنان سیگنیفیکنته. پس پارشیالی میدییت می‌کنه. اگه سیگنیفیکنت نبود دیگه این مسیر مستقیم پارتیسیپیشن به سرویس کوالیتی فولی میدییت می‌کرد. خب این به این صورت. پس ضریب خود مسیر از کجا در میاد؟ AB حاصل ضرب A ضرب در B سیگنیفیکنت بودنش هم که به این صورت چک کردیم و این میشه سابل تست. خب البته مشکل سابل تست اینه که ما همونطوری که من اینجا توی همین مقاله که توی وبسایت آماده کردم نوشتم، در واقع یکی از اسامشنای سابل تست اینه که میاد فرض میکنه که اسمش هم نورمال تئوری اپروچ دیگه، میاد فرض میکنه که مسیر غیر مستقیم A به در واقع مسیر غیر مستقیم ایندیپندنت وریبل دیپندنت وریبل از طریق M این دیستریبیوشنش نورمال هست، در حالی که در عمل بیشتر موقع اصلا اینطوری نیست. پس در واقع یکی از لیمیتیشن های سابل تست هست و این دلیلیه که ما میریم سراغ بوتسترپینگ. پس توصیه من به شما اینه که به جای روش بارون‌هنکنی یا سابل تست حتما از بوتسترپینگ استفاده کنیم و خوشبختانه ایموس این امکانو فراهم آورده. توی ویدئوی بعد در مورد بوتسترپینگ صحبت کنیم، بهتون نشون میدم که چطور میدییشن رو با استفاده از بوتسترپینگ چک بکنیم. موفق باشید.